کشوری اون رو تجربه نکرده، یعنی وارد آوردن ویروس های خطرناک در سر تا سر کشور از طریق خرید دانشمندانی که فقط به پول فکر میکنند و یک ویروسی رو وارد مملکت میکنن، یک مملکت، و بعد مردمش ده ها ده ها هزار نفر هر روز خواهند مرد. این جنگ فقط جنگ اتمی یا جنگی نیستش که فرض بگیرید میلیون ها سرباز از یک کشور از یک قاره به قاره دیگه فرستاده بشن، یا جنگ هایی بشه مثل فرض بگیرید همین چیزی که در سوریه است. اون یک بخش قضیه است که میتونه درگیری های نظامی به راه بندازه به اون شکل، ولی جنگ های دیگه هم در سالهایی که ما داریم ازش عبور میکنیم وجود داشته. یکی از حرکت هایی که میتوان به راه انداخت همون انرژی هارپ بوده که براتون در سالهای گذشته توضیح دادم، با به وجود آوردن این نیرو روی کره زمین، فرستادن اون به هوا و بعد برگشتش، برخوردش با قسمتی از زمین که میتونه یک زمین لرزه شاید 7 8 9 10 ریشتری رو در کشورهای متفاوت به راه بندازه، آزمایشاش هم شده. ما در جهانی زندگی میکنیم که اگه سیاست مدارانش توسط مردمانش که انتخاب میشن درست انتخاب نشن و فقط وعده وعید بهشون داده بشه، در جنگ و ستیز بین ابرقدرت ها نصف جهان میتونه واقعا از بین بره.